خط خبرها. تلفات سنگین غیر نظامیان در حمله طالبان در غزنی. یک شیشه یک کلکی نیچ چیزنده نمون. انفجار موتربم در حوزه سوم شهر غزنی 12 کشته و نزدیک به 200 زخمی بر جای گذاشت. نخستین روز نشست بین افغانی. طالبان گفتند که در پی گرفتن تمام قدرت در افغانستان نیستند. مردم افغانستان شما می خواهند مسئولیت کسایی که جهست نیست که از این چانس برای ختم جنگ استفاده کنند. سایه تحریم های امریکا بر کار ساخت بند شاه و عروس. وزارت انرژی و آب می گوید به دلیل تحریم های امریکا بر ایران، شرکت ایرانی نمی تواند توربین های این بند را خریداری کند. به نام خدا و با عرض سلام، بیننده این مجموعه خبری تحلیلی از یک هستید. فردین امینی هستم با مشروع خبرها. در انفجار موتربم در غزنی 12 تن جان باختند و نزدیک به 180 نفر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در حوزه سوم امنیتی شهر غزنی در یک ایست بازرسی امنیت ملی رخ داده است. وزارت صحت عامه میگوید که بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی به ویژه دانش آموزانند. وزارت معارف هم تاکید میکند که در این رویداد شماری از دانش آموزان یک مکتب خصوصی که در نزدیک رویداد قرار دارد زخمی شدند. گروه طالبان در حال مسئولیت این حمله را به عهده گرفته که نمایندگان این گروه در قطر با شماری از چهره‌های سیاسی سرگرم گفتگوهای صلحند. ریاست جمهوری این حمله را وحشیانه می‌خواند و می‌گوید که این گروه خلاف گفتگوهای صلح دست به کشتار مردم بیگناه می‌زنند. در پی حمله مرگبار موتربم به صبح امروز زخمی شدند. دانش آموزانی که صبح به مکتب رفته بودند، اما پیش از آن که درسهایشان شروع شود راهی بیمارستان می شوند. حمله موتربمی که صبح امروز در حوزه سوم امنیتی شهر غزنی بر یک بازرسی امنیت ملی انفجار داده شده است. ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز دشمنان مردم افغانستان یک موتر مملوز مواد انفجاری را در نزدیکی حوزه ششم امنیت ملی شهر غزنی در منطقه شامیر منفجر ساختند. که این ویرانی ها شدت این حمله را روایت می کند. شدتی که خانه ها و ساختمان ها را تا فاصله های بسیار دور تخریب کرده است. خساره است که کلگی شما بلوغ بلوغ برو کرده، یک چیز نمونده، جندق جندق از دیوالا، یک شیشه، یک کلکی، نیچ چیز زنده نمونده. کلش سعی که پل مرداری که حساب یک چیز نمونده، تفلک ها اونو خون بود. زخمی ها و جانباختگان این رویداد به بیمارستان های شهر غزنی انتقال داده می شود. بیشترشان هم دانش آموزان هستند. از حادثه امروز به تعداد 75 نفر زخمی انتقال یافته و 5 نفر هم کشته. که در بین زخمی ها 30 نفرشان اطفال است، متواقی خانم ها کایل است. وزارت صحت عامه می گوید که در این رویداد دست کم 179 تن زخمی شده و 12 تن دیگر جان باختند. همزمان با این مقام های محلی در ولایت غور می گویند که در پی انفجار ماین در ولسوالی دولتیار 7 کودک جان باختند. در حادثه انفجاری امروز 179 تن از هموطنان ما که اکثریتشان افراد ملکی بودند، به شمول اطفال و زنان، مجروح شده و 12 تن شهید داریم. مجروحین به اسرع وقت به شفاخانه ولایت غزنی و همچنین بخش خصوصی انتقال داده شدند که تداوی لازمه را دریافت کردند، چون که جراحات سطحی داشتند مرخص شدند. مسئولیت این رویداد را گروه طالبان به عهده گرفته است. ریاست جمهوری این حمله را یک عمل وحشیانه می خواند و می گوید که طالبان از یک طرف در دوحه سرگرم گفتگوهای صلحند و از طرف دیگر دست به کشتار مردم بیگناه می زنند. طالبان مسئولیت یک عمله بسیار وحشتناک تروریستی را به عهده گرفتند که یک تناقض بسیار واضح در اعمال و گفتارشان است. در حالی که اونا رهبرانشان در قطر هستند گفتگو می کنند، مسئولیت حمله های بسیار خطرناک و وحشی را به عهده می گیرند که اطفال ما متاسفانه در جانهای خود از دست می دهند. این حمله طالبان در حالی انجام می شود که در پی انفجار در یک مسجد در غزنی جمعه شب که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، 2 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند.
شهر غزنی در یک سال پسین گواه سخت‌ترین حمله ها بوده که بیشتر آن را گروه طالبان به عهده گرفته است. در ماه اسد سال پار مرکز شهر غزنی برای 4 روز به دست گروه طالبان سقوط کرد و دست کم در پی آن 100 نظامی و 30 ملکی جان باختند. طالبان با چنین حمله های به دنبال چه هستند و واقعاً چه تفاوت میان گروه های حراس افغان وجود دارد و چگونه می توان از تکرار چنین حملات جلوگیری کرد؟ بیشتر در این باره صحبت می کنیم با جناب آقای محمد سالم حسنی، مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی و اجتماعی. جناب حسنی، بسیار زیاد تشکر از اینکه تشریف آوردین. چرا واقعاً در حالی که از یک طرف میان در مورد صلح صحبت میکنن طالبان و در کنارش میان دست به کشتار غیر نظامیان میزنن و این حداقل در کمتر از یک ماه دومین رویدادی است که چنین قربانی میگیره از افراد ملکی به ویژه کودکان و دانش آموزان؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی شما و به همه بینندگان بزرگوار عزیز، و واقعا لازم میدانم که تسلیت عرض بکنم و نهایت تاسف و تاثر خدا ابراز بکنیم از فاجعه علمناکی که امروز در شهر غزنی اتفاق افتاد و هموطنان زیادی از ما به ویژه کودکان، معلمان، نونهاران و آینده سازان مردم ما در این فاجعه علمناک به خاک خون کشیده شدند و شهید و زخمی شدند. برای شهدای عزیز فردوس برین را آرزو میکنیم و برای زخمی های حادثه از خداوند متعال شفای عاجل تمنا میکنیم. واقعا سوال همینجاست، گروهی که خود را مدافع یا منادی شریعت میدانند، گروهی که به دنبال حکومت بر مردم افغانستان است و گروهی که مدعی هست شریعت اسلامی را برقرار میکنه و امارت اسلامی را برقرار میکنه و گروهی است که در مذاکرات صلح حاضر و با طرف آمریکایی خودش و در برخی گفتگوهای غیر رسمی با برخی چهره ها و سیاستگران افغانستانی روی یک میز دور یک میز میشینن و با هم دیگه مذاکره میکنه و اینها حرف از فلاح افغانستان میزنه، حرف از صلاح افغانستان میزنه، حرف از ساختن افغانستان میزنه، حرف از آرامش مردم افغانستان میزنه، چه توجیهی داره، چه دلیلی داره و چه انگیزه ای داره از خلق چنین فجایعی؟ شما دیدین که یک کنیم هفته قبل عین همین فاجعه در کابل اتفاق میفته و تعداد زیادی از متعلمین مکتب، معلمین مکتب، مردم بی‌دفاع شهید و زخمی میشه. در غزنی امروز میبینیم عین همین قضیه در نزدیکی مکتب انفجار صورت میگیره و تعداد زیاد از شهدا میبینیم، از متعلمین و همچنین زخمی ها از میان متعلمین و معلمین هستند. طالبان متاسفانه بارها ثابت کرده که فقط به دنبال امو منافع و ایده های شوم خودش است و به هیچ عنوان به ارزش مردم افغانستان، به آرزوهای مردم افغانستان، به آرمانهای مردم افغانستان و به آبادی وطن نمی اندیشن. اینها چیزی که فکر نمی کنه عزت مردم افغانستان است و همچنین آبادی افغانستان. واقعا دیدگاه مردم پس از چنین حملات نسبت به گروه های حراس افغان، به ویژه طالبان که حالا چنان که شما مطرح کردین که خود را دایی و منجی مردم میدانند، پس از این چگونه خواهد بود؟ واقعا چطور میشه مردم به اینا باور بکنه؟ آیا ممکن است؟ مردم عزتمند افغانستان بارها و بارها ثابت کرده که به هیچ عنوان به این گروه های دهشت افغان، به این گروه های ضد انسانی نه باور داره و نه به روش آنها، به منش آنها، به شیوه مبارزاتی آنها توجه میکنه. شما ببینید در چندین مرحله انتخاباتی که در افغانستان برگزار شد، انتخابات های مختلف، خب انتخابات ما در هر مرحله، چه انتخابات رئیس جمهوری بوده، چه انتخابات ولسی جرگه بوده، چه انتخابات شورای ولایتی بوده، یک سری نواقص داشته، مشکلاتی داشته. علل خصوص انتخابات اخیر دیدیم که خب واقعا یک معجون
جونی یا در قدر کلکشنی از اشتباهات و تقلبات و از مسائل بود. ولی مردم افغانستان علی رغم نمی مشکلات بازم در انتخابات ها حضور پیدا کردند، در پروسه های ملی شرکت کردند، از پروسه دموکراتیک حمایت کردند، آمدن حضور پیدا کردند. نفس حضور مردم یعنی تأیید نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری، و نفس تأیید مردم و حضور مردم در همایش های ملی و حرکت های ملی که با مدیریت دولت صورت میگیره، خودش نه گفتن به مواضع گروه های تروریستی و گروه هایی است که عظمت مردم افغانستان را نمیخواه و اقتدار مردم افغانستان را نمیخواه. مردم تا حالا هم نشان داده که به هیچ عنوان طرفدار گروه های تروریستی و ایده های آنها نیست، نه ایدئولوژی آنها و نه رفتار و عملی آنها. رفتار مردم واضحه. از این به بعد هم مردم افغانستان به نظر من بیشتر میفهمند که گروه طالبان علی رغم ادعاهایی که دارن هرگز به مردم افغانستان و به کشور افغانستان نمی اندیشند. در رابطه با قرائت خود طالبانان چه که در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان دارند که اشغال شده و در مقابلشان استادگی کرد، اما کشتن هموطنانشان، کشتن مسلمانان، کسانی که اینها هم نماز میخوانند و کلمه میگن، واقعا اسلام برش چه جایگاه میتواند و چه تعذیرات بالای گروه ها از دید شرعی وضع باید شود؟ از لحاظ شرعی حکم کاملا واضح است. ما بارها روی همین میز شما تکرار کردیم و علمای دیگر در مناسبت‌های مختلف تکرار کرده. قرآن کریم صریح آیه داره که من قتل نفسا به غیر نفس نفسادن فلگرس فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی که یک موجودی را، یک نفسی را، یک نفس محترمه ای را بدون اینکه گناه مرتکب شده باشه و بدون مسبب شرعی به قتل برسانه، مثل که کل دنیا را، کل انسان‌های روی زمین را به قتل رسانده. یا آیه مبارکه دیگر که داریم که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. خب این آیه به صراحت میرسانه که کسی انسان در اونجا همه انسان ها بود، در اینجا انسان مؤمنه، کسی که انسان مؤمن را بدون جرم شرعی به عمد بکشه، این موجب آتش جهنم و موجب غضب خداوند متعال. حالا طالبان با هر دلیلی که باشه، آمریکا یا حضور داره، اینجا توجیهات خدا داره، گپای خدا داره که ما وارد تفصیل قضیه نمیشیم، برای خروج نیروهای آمریکا راهش کشتار مردم افغانستان نیست. اینها علل خصوص در 5-6 سال اخیر اینها شاید 10 نفر خارجی را نکشته باشند. دقیقاً آنچه که کشته تمام مردم افغانستان. همینجا سوال مطرح میشه در ذهن مردم افغانستان که اگر واقعا چنین است، چرا مردم هدف قرار میگیره و همین وضعیت از سوی چه کسان، یعنی پمپ میشه به یک نحوه، و این قرائت تا چه زمان ادامه خواهد داشت و چگونه میشه واقعا در جلو از این استاد، و آیا ممکن است یا خیر؟ خب ببینین، حضور آمریکا در افغانستان برای برخی کشورهای منطقه قابل تحمل نیست، که کشورها برخی کشورهای اسلامی است مثل کشور پاکستان و ایران، برخی کشورهای غیر اسلامی است مثل کشور روسیه، چین. اینا برای که آمریکا را تحت فشار قرار بده و نشان بده که آمریکا نتونست در افغانستان امنیت برقرار بکنه، و برای اینکه آمریکا را در افغانستان ناکام نمایش بتن، به این معنا، به همین منظور به گروه های تروریستی متاسفانه اینا کمک میکنن، کمک های لوجستیکی، کمک های استخباراتی، کمک های مالی، حتی کمک های نظامی. شما میبینید که در پاکستان عملا شورای کویته در پاکستان فعاله، در پشاور فعاله، در اسلام آباد فعاله، در شهرهای مختلف افغانستان فعاله، پاکستان فعاله. بعد میبینید همه تروریست ها با ایران در سطوح مختلفش رفت آمد داره، و چه بسا که تعلیمات نظامی ببینن و امکانات مالی نظامی دریافت بکنن. میبینیم که با روسیه از لحاظ دیپلماتیک اینا در رفت آمده، چه بسا که امکانات مالی نظامی دریافت بکنن. میبینیم با کشورهای دیگه هم رقمی. اینا برای اینکه بتونه آمریکا رو تحت فشار قرار بده، اینا متاسفانه با چنین گروه های دهشت افغان، با گروه های انسانکش، با چنین انسان های فاجعه آفرین متاسفانه همکاری میکنه. و در این اینجا آنچه که مد نظر گرفته نمیشه متاسفانه خون مردم بیگناه افغانستان و عزت مردم افغانستان. در حقیقت اینجا مردم افغانستان قربانی دو چیز میشه. یکی
واقعا سیاست های استخباراتی منطقه بین المللی و دیگری قربانی جهلی که در اکثر مناطق افغانستان متاسفانه حاکمه و این جهل هم زمینه را برای سربازگیری برای این گونه گروه های تروریستی فراهم میکنه و باعث میشه که اونها متاسفانه بتانه قدرت منو پیدا بکنه. در رابطه با جلب و جذب امی هراس افغانان اشاره داشتین و در کنارش نادانی ای افراد، واقعا چطور میشه از این روند جلوگیری کرد؟ به تازگی هم حکومت اعلام کرد که 3 تن از استادان دانشگاه را در رابطه با همکاری با گروه های هراس افغان به ویژه داعش بازداشت کرده است. واقعا ای از کجا آب میخوره و چنین عناصر چقدر هنوز وجود داره در داخل کشور که واقعا فکر میکنین که اینا قرائت درست از دین ندارن و یا میتونیم بگوییم که به خاطر تخریب افغانستان کار میکنن؟ ببینین، دین اسلام در هیچ جایی چنین تفکرات افراطی را تبلیغ نمیکنه. متاسفانه تعدادی از کسانی که متاسفانه تعدادشان هم کم هم نیست، چه در داخل پانتون ها، چه در داخل مدارس دینی، چه در سایر مراکز دیگه، اینها یک دچار یک توهم تاریخی هستند. اینا فکر میکنه که ما میتونیم خلافت اسلامی را تشکیل بدیم و بیشتر از جوان ها را هم به دنبال همون رؤیای خلافت اسلامی، اینها از واقعیت های امروزی فاصله میتن و ذهن اینها را پر میکنه از یک سری توهمات و تخیلاتی به بهانه رسیدن به و نظام اسلامی و نمیدونم خلافت اسلامی. در حالی که در چنین شرایطی وضعیت فعلی که ما هستیم، تشکیل خلافت اسلامی نه امکان پذیره و نه عملی هست و نه هم درد را از جامعه اسلامی میتونه دوا بکنه. ما خلافت های سابق هم داشتیم، خیلی از خلافت ها نه تنها برای عزت جامعه اسلامی کمک تلاش نکردن و در زمینه کار نکردن، بلکه خود از زمین ها زمینی پارچه پارچه شدن جهان اسلام را فراهم کردن. اگر در اخیر یک اشاره داشته باشین، حالا هراس افغانان و گروه های مختلف هراس افغان میان حمله میکنن، اما نقش حکومت افغانستان، کسانی که مسئول هستند در این رابطه چی است و آیا واقعا حکومت و مردم و عالمان دین به حد کافی به خاطر روشنگری و اینکه واقعا قرائت درست از دین برای مردم برسانن تلاش کردن و یا خیر؟ در 3-4 سال اخیر علمای دین مقدار فعالیتشان بهتر شده، گرچه هنوز کافی نیست. من به عنوان یک فردی که ملبس به لباس اهل علم هستم و مدت های طولانی را در حوزات علمیه و مدارس دینی سپری کردم، به عنوان یک کسی که مقدار از اسلام میفهمم، برداشتم اینه که علما آن چنان که باید در برابر دفاع از مردم و در برابر گروه های تروریستی و افراطی قد علم نکردن و مسئولیت خود آنچنان که باید انجام، گرچه گفتیم تعداد زحمت کشیدن، تعدادشان اندکه، اما دولت به نظر من آنچه که مهمه در اینجا پر کردن خلاهای امنیتی دولت، هر چیز سریعتر باید تلاش بکنه که در جهت استخبارات، این روزا از لحاظ جنگ فیزیکی و جنگ سخت دولت خیلی منورای خوبی داره در ولایت های مختلف و رسوله های مختلف، اما در بخش جلوگیری از اقدامات تروریستی متاسفانه خلاها وجود داره. در این زمینه باید بیشتر تلاش بکنه، قدرت کشف دولت را بالا ببره تا ای که این گونه فاجعه ها قبل از اتفاق افتادن خونسا شوه، چنانچه خونسا هم میشه. خیلی وقتا موتر بمبا گیر میایه، به حساب موترهای پر از مواد انفجاری کشف میشه، ولی اینها باز هم کافی نیست. خیلی وقتا متاسفانه از این خلاها استفاده میشه، فجایع خلق میشه. ما درخواست ما از نهادهای امنیتی اینه که در این خصوص جدیتر برخورد بکنه و با جدیت بیشتر تلاش بکنه که این گونه فاجعه ها قبل از اتفاق افتادن خونسا شود و مردم افغانستان دیگه به سوگ ننشه. سپاسگزار حضورتان جناب حسنی در برنامه. روز نخست نشست بین افغانی با بحث بر سر اهمیت برقراری آتش بس و صلح دوامدار میان چهره های سیاسی و نمایندگان طالبان در دوحه پایان یافت. شرکت کنندگان این نشست فضای بحثایشان را دوستانه توصیف می کنند و می گویند که این نشست فردا با صدور یک قطعنامه مشترک پایان خواهد یافت. از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، نشست بین افغانی امروز دوحه را یک روز خوب برای افغانستان خوانده و می گوید که فرصت پیش آمده برای صلح نباید از دست رود. نماینده ویژه قطر هم می گوید انتظار دارد که شرکت کنندگان این نشست سرانجام بر سر یک نقشه راه در پیوند به آینده افغانستان به یک توافق برسند.
نشست بین افغانی برای صلح با سخنرانی نماینده ویژه قطر در امور مبارزه با حراس افغانی و نماینده ویژه آلمان برای افغانستان گشایش یافت. تا هنوز بحثایی که صورت گرفته بیشتر متمرکز بوده بر آتش بس، گفتگوهای بین افغانی، کاهش خشونت ها، چگونگی نظام آینده افغانستان و همچنان نقش زنان در آینده افغانستان. نشست امروز خوب بود الحمدلله. دوستان همگی اظهار نظر کردند، طرحهای خود، پیشنهادهای خود به نشست عرض نمودند و فردا انشاءالله محتمل است که یک جمع بندی صورت بگیره و در نهایت امر به اصدار یک اعلامیه یا قطعنامه توافق صورت بگیره. خب بحث های عمده امون نگرانی های مردم افغانستان است. اول باید آتش بس شود، جنگ که هر روز از مردم ما قربانی میگیره با شمول امروز یک نقطه پایان برش گذاشته شود، حوادث خودین پسین به جدیت مطرح شد، بس نظام پس از توافقات سال چی راه کار وجود خواهد داشت، سوالای ما حقوق اساسی ادوار بطب صحبت ها مطرح شد، همه مثل دو نشست گذاشته. ولی مهم است که ما به یک نتیجه برسیم و مردم افغانستان منتظر از این هستند که از ما بشنون و از گروه طالبا بشنوند که به یک آتش بس توافق کردن، حداقل به محلات ملکی، به محلات عامل منفعه اینا عملات باید توقف بدن. این مسئله مطرح شد که هنوز روی از این مسئله متاسفانه که طالبا توافق نکردن. ببینیم در جلسه فردا چی میشه. از جانب همه به صورت مشترک مطرح شده و ایست که باید خشونت کاهش پیدا بکنه و تلاشا صورت بگیره تا این که جنگ متوقف بشه و زمینه گفتگوهای صلح به مذاکرات صلح تبدیل بشه. از جانب هم بحث روی آتش بس و همچنین چگونگی دستیابی به راههایی که بتونه مذاکرات به یک نتیجه برسونه. نماینده ویژه قطر در امور مبارزه با حراس افغانی و همچنان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در گفتگو با رسانه ها این نشست را یک فرصت خوب برای گفتگوهای صلح و تامین صلح در آینده افغانستان می دانند. تشویق شد اما که کوشش کنند که از این موقع استفاده کنند. مردم افغانستان صلح می خواهند. مسئولیت کسایی که جا هستند ایست که از این چانس برای ختم جنگ استفاده کنند. یک روز خوب است برای افغانستان و برای دنیا. من امیدوارم که فردا به نتیجه برسیم. این نشست دست کم دو هدف را دنبال می کند. هدف نخست گرد هم آمدن افغان هاست که در ذات خود مهم است و هدف دوم همین است که ما از آنها می خواهیم در مورد آینده افغانستان و گفتگوهای صلح به یک نقشه را توافق کنند. مگه اعلان کرد که بار بار بنی اودادی مگه پالیسی دارم دیدی پر مگه دی امریکایان سر خبری کو او امید تا چه آقا خبری پایتا ورسی که مگه دی نړیوالو شایدانو پا مخ که او دی مطبوعات پا مخ که آقا اعلان کرو او بیا بین الافغانی مذاکرات تا ورسی که پیده که با مگه دی افغان طول افغان جهتون سر خبری کرو. این نشست برای فردا نیز ادامه خواهد یافت. هرچند چشم امیدهای زیاد به نتیجه این نشست دوخته شده اما اشراک کنندگان آن میگویند که نباید از این نشست توقع زود هنگام داشت. یکی از کلانترین انتظارها از این نشست این است که زمینه را برای گفتگوهای جدیتر و مستقیم میان طالبان، حکومت افغانستان و جریانهای سیاسی فراهم بسازد. سجاد محمدی، تلویزیون یک، دوحه، قطر. در رابطه با نشست بین افغانی و صحبت‌هایی که میان نمایندگان طالبان و هیئت که از افغانستان به دوحه قطر رفته بیشتر صحبت می‌کنیم با همکارمان سجاد محمدی از دوحه قطر. سلام به خودت سجاد، میشه که آخرین جزئیات از این نشست با ما و بیننده‌ها شریک بسازی؟ ساعت پیش روز نخست نشست بین افغانی به پایان رسید و دو طرف صحبت‌های جدی و نگرانی های جدیشان در این نشست مطرح کردند. در این نشست از موضوع آتش بس گرفته تا گفتگوهای بین افغانی، کاهش خشونت ها، چگونگی نظام آینده افغانستان، نقش زنان، در مورد های مختلف نگرانی ها و دیدگاه هایشان مطرح ساختند. ما با شمار از اعضای هیئت که از کابل آمده و همچنان سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر صحبت کردم. دو طرف راضی بودن از آنچه که در این نشست روز نخست گذشته و تاکیدشان بود که این نشست ها باید ادامه پیدا کنه و
هرچه که دو طرف دیدگاه یک دیشون بشنون و مطرح بسازن، نگرانی های دیشون میتونه به خاطر رسیدن به یک گفتگوهای مستقیم و رسمی کمک بکنن. در رابطه به حمله امروز اگر اشاره داشته باشیم که حوالی ساعت 8:30 حمله در غزنی تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد کرد که طالبان مسئولیتش به عهده گرفتن. کسانی که از افغانستان رفتن، مخصوصا کسانی که حداقل در بدنه حکومت هستند، به باور خودت این نگرانی را با طالبان مطرح کردند که واقعا چقدر حیاتی است که در زمان گفتگوها حداقل به نحو با کاهش خشونت به او گزینش توجه بیشتر شود؟ یکی از موردهای بسیار جدی که در نشست امروز مطرح شده از طرف شمار از اعضای هیئت که از کابل آمده، موضوع حمله غزنی بود، ای که بیشتر در او حمله غیر نظامیان و مخصوصا کودکان آسیب دیده مطرح ساخته و این نگرانی مطرح شده که همزمان شما میایین گفتگوهای صلح پیش میبرین و همزمان در جای دیگه از افغانستان شما عملات انتحاری را انجام میدین و مسئولیت هم بر دوش میگیرین. ما در این رابطه پرسش را از سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر مطرح ساختم که این حمله را چگونه شما انجام دادین و در این حمله غیر نظامیان مخصوصا کودکان آسیب دیدن. پاسخ اونها این بود که تا فعلا آتش بس صورت نگرفته، از این خاطر دو طرف به جنگ و به عملاتشان پایان نداده، اینا طالبان به عملاتشان ادامه میتن، مثل که اونا یادآوری میکردن، توجیه میکردن که خارجی هم فعلا و حکومت افغانستان هم عملات مختلف را سازماندهی میکنن، انجام میتن بالای طالبان، ما همچنین عملات را انجام میتیم. ولی وقت ما از موضوع غیر نظامی ها پرسان کردیم، گفت که در مورد تلفات غیر نظامی ها اینا تحقیق میکنن و اگر ببینن که سهو خطای صورت گرفته و یا همکار عمدی صورت گرفته در این مورد تحقیق میکنن. در رابطه با حضور مقام های حکومت افغانستان برای ما بگو که امروز در روز نخست های چهره های تازه وارد قطر شدند و کدام اشخاص بودند؟ بله، جدا از هیئتی که دیروز از کابل آمد، امروز از یک شمار از افراد تازه و جمله هیئت در قطر پیوستند و شامل گفتگوها شدند، از جمله آقای نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و یک از چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور، خانم شهزاد اکبر یک از مشاوران رئیس جمهور، همچنان آقای انوارالحق هادی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان و باتور دوستوم پسر جنرال دوستوم از کسایی بودند که امروز به هیئت افغانستان پیوستند. در رابطه با قطعنامه که گفته میشه در روز پایانی و دوم از این صادر میشه، ممکن است اشاره داشته باشی که طرفای کنج حضور پیدا کردن کدام موارد اولویت داده میشه و در خصوص آتش بس آنچنان که خودت گفتی، آیا ممکن است که طالبان به نحو در این مسئله کوتاه بند و یعنی میتونیم بگویم انعطاف نشان دادن؟ خب در مورد قطعنامه هنوز هم اینا یک از بحثایی که در پایان شب داشتن که فردا چی کار باید صورت بگیره که باید یک قطعنامه و یا یک اعلامیه مشترک صادر شوه. قرار بود که پیش از چاشت بحث سر این بود که یک کمیته توظیف شوه و بالای قطعنامه کار بکنه، اما در پایان شب اینا به یک سر تشکیل یک کمیته به توافق نرسیدن که یک کمیته را تشکیل بدن و این کمیته کارش شروع کنه و فردا یک اعلامیه و یا یک قطعنامه را به اعضای اشتراک کننده پیشکش کنن. در پایان همه به توافق کنن به یک صادر کردن یک قطعنامه یک توافق نامه، ولی ببخشن یک اعلامیه، ولی قرار شده که فردا سر این کمیته اینا تصمیم بگیرن. فردا در اول صبح وقتی که روز دوم نشست شروع میشن، اینا اول این کاری است که روی یک تشکیل یک کمیته کار بکنن و این کمیته وظیفه پیدا بکنه که با پیشنویس یک قطعنامه و یا یک اعلامیه را آماده بسازد. اگر دیدگاه طالبان را در این رابطه پرسیده باشی که در دو مورد که با امریکایی ها ممکن پیشرفت های حاصل کرده باشند که بحث خروج و زمانبندی خروج و استفاده نشدن خاک افغانستان و در کنارش پذیرفتن نظام جمهوری که گفته میشه از خطوط سرخ حکومت به شمار میره، آیا طالبان در این رابطه نظری داشتن و یا آنچه که ما در گزارش داشتیم که به دنبال قبضه قدرت نیستن، آیا دیدگاهشان در رابطه به جمهوری چطور است؟ آیا از اونا پرسیدی؟ ما دقایق پیش با یکی از اعضای هیئت افغانستان صحبت کردم، اونا گفتن که یکی از اعضای هیئت طالبان در برخلاف ای که در نشست دوم مسکو طالبان بسیار تاکید داشتن که
اونا تنها امارت اسلامی میخواین. در این نشست گفته که یا ما میخواییم که قدرت اگر گرفتیم که همه شامل او باشه و یا حتی میتونیم ما شامل قدرت شویم. یعنی اینا خوشبین بودن که برخلاف گذشته طالبا اصرار ندارن که اینا فقط امارت اسلامی میخواه و انحصارگرایی میخواه، بلکه حتی اونا بحث معی را مطرح کردن که میتونن شامل قدرت باشن. و در کنار این موضوع، دو موضوعی را که شما یاد کردین، موضوع خروج نیروهای خارجی و تضمین طالبان، خب دو طرف میگن ما پیشرفت‌های زیاد داریم ولی هنوز این پیشرفت‌ها نهایی نشده. ما با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم امشب صحبت کردم، اونا هم گفتن که در مورد تضمین طالبان پیشرفت‌های بسیار زیادی به دست آمده و در حال نهایی شدن است این موضوع، فقط در مورد خروج نیروهای خارجی مسائل باقی مانده است. خب اگر در اخیر یک جمع‌بندی داشته باشی سجاد، در رابطه به برنامه‌های فردا و در کنارش اگر نگاه کوتاهی داشته باشیم به هفتمین دور گفتگوهای آقای خلیلزاد با طالبان، که اونجا چه خبر است، میشه که توضیح بدین؟ خب در مورد فردا احتمالاً که دو طرف به یک صادر به نوشتن و صادر کردن یک اعلامیه بسنده بکنن، ولی ما که با اعضای هیئت صحبت کردم اونا میگن که نباید یک توقع بسیار زودنگام و ایدئال از این نشست مردم داشته باشه. خب میگن که حداقل اگر این نشست بتونه زمینه را برای گفتگوهای جدیتر و گفتگوی رسمی باز بکنه، خود یک دستاورد کلان است و تاکیدشان است که نباید توقع بسیار کلان از این نشست داشته باشیم. و در مورد گفتگوهای دور هفتم زلمه خلیلزاد با طالبا پس از پایان این نشست بین افغانی که فردا به پایان میرسه، روز سه‌شنبه گفتگوهای دور هفتم دوباره اثر گرفته میشه. ما با آقای خلیلزاد که صحبت کردم، اونا دیدگاهشانی بود که هم باید خوشبین بود و هم نباید زیاد توقع داشت. معنایش است که گفتن احتمال رسیدن به یک توافق هم وجود داره و همزمان احتمال ای هم وجود داره که دو طرف به یک توافق نرسه و حتی احتمال رفتن ای گفتگوها به بنبست هم وجود داره. بسیار زیاد تشکر از همکارمان سجاد محمدی از دوحه قطر. طالبان به دنبال در دست گرفتن تمام قدرت نیستند. شماری از شرکت کنندگان نشست بین افغانی دوحه میگویند که نمایندگان طالبان در این نشست تاکید کردند که تمامیت خواه نیستند و نمیخواهند تمام قدرت را قبضه کنند. به نشست امروز که گرچند دوستانه توصیف شده، اما انتظار نمی رود که هیئت افغانستان و نمایندگان طالبان بتوانند بر سر آتش بس توافق کنند. از سوی وزیر خارجه امریکا با استقبال از برگزاری این نشست گفته است که خوشحال است مقام های حکومت و نمایندگان جامعه مدنی زنان و طالبان را دور یک میز می بیند. طالبان و چهره های سیاسی افغانستان امروز اینجا دور هم نشستند و ساعتها پشت درهای بسته دیدگاه هایشان در پیوند به صلح و آینده افغانستان را در میان گذاشتند. به گفته شماری از شرکت کنندگان این نشست، طالبان تأکید کردند که به دنبال در دست گرفتن تمام قدرت نیستند، اما در صورت سهیم بودن در نظام آینده دیدگاه هایی در پیوند به حقوق زنان و همچنین اقتصاد کشور خواهند داشت. یک کلمه که بسیار گفتن که اینا که ما نمیخوایم قدرت مکملا بگیریم در این سال خود، مگر میخوایم اگر جز قدرت باشیم. ما این پالیسی و استراتژی رو در قبال مسائل خانم ها، در مسائل پروژه اقتصادی، در کاهش خشونت ها، در کاهش مواد مخدر، این پالیسی ها رو داریم. نشست امروز گرچند دوستانه توصیف شده و گفته شده که فردا با صدور یک قطعنامه مشترک پایان خواهد یافت، اما انتظار نمی رود که این نشست منجر به آتش بس کامل شود. قوانین قبض داده شده، حتی که اگر مکمل آتش بس نمیشه، یک حرکت کردن جنگ در این موضوع بحث شده. شماری از شرکت کنندگان این نشست اما میگویند که در کلیات دو طرف در بیشتر موردها با هم موافقند، اما در جزئیات تعبیرهای متفاوت و اختلافهای جدی وجود دارد. به گفته اینان، طالبان گرچند تاکید میکنند که نظام اسلامی میخواهند، اما مشخص نیست که دقیقا نظام مورد نظر آنان چه خواهد بود. کاری واضح نشده، این نظامی که طالبان پیش می نستند یا تطابق با جمهوری اسلامی افغانستان که فعلا مردم به او اعتقاد دارند یا به او قانون اینا متکی هستند، به مو شکلی هست یا به شکل امارات است که سابق هم از خود مثلا یک نظام داشتن، یک تجربه دارند؟ تاکید شما بر این بود که ما آزادی بیان را می پذیریم. آزادی بیان اما باید با رعایت ادب همراه باشد و چه به نشر می رسد موثق باشد و افترا و تهمت نباشد.
مواردی بود که به صورت اجمالی روش بحث صورت گرفت. در مورد حقوق زنان و حقوق شهروندی هم ادعاشان این است که حقوق زنان در زمینه تعلیم و تربیت و کار و اختیار داشتن در گرفتن همسر و اینا از موارد شرعی است و ما اشکال نداریم. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با استقبال از برگزاری این نشست گفته است که خوشحال است مقام‌های حکومتی، نمایندگان جامعه مدنی، زنان و طالبان را دور یک میز می‌بیند. از دیر زمان منتظر برگزاری کنفرانس بین افغانی برای صلح در دوحه بودیم. این عالی است که مقام‌های ارشد حکومتی، فعالان جامعه مدنی، زنان و نمایندگان طالبان با هم دور یک میز می‌نشینند. اما امریکاییان نیز باید خوشحال باشند که می‌بینند افغان‌ها با یکدیگر نشستند تا به درگیری‌ها و خشونت در کشورشان پایان دهند و برای ساختن آینده بهتر با هم کار کنند. از سوی نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در گفتگو با الجزیره پایان پشتیبانی طالبان از گروه‌های هراس‌افکن جهانی چون القاعده را خط سرخ کشورش می‌خواند و تأکید می‌کند که اگر طالبان به تعهدهایشان پابند نمانند در آن صورت امریکا آزاد خواهد بود که هر چه را خواست انجام دهد. در نخست باید به توافق دست یابیم و ببینیم که آنها از آن پیروی می‌کنند یا خیر. اما آنها می‌دانند که اگر آن را رعایت نکنند چه پیامدی خواهد داشت. اگر آنها آنچه را که تعهد می‌کنند و بان احترام نگذارند، ما آزاد هستیم که هر چی را می‌خواهیم انجام دهیم. نشست بین افغانی دوحه فردا نیز ادامه خواهد داشت. در کنار شماری از چهره‌های سیاسی که در نشست مسکو حضور داشتند، شماری از مقام‌های حکومتی به شمول نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، شهرزاد اکبر، معاون شورای امنیت ملی، عبدالمتین بیگ، رئیس و تیمور شاران، معاون اداره مستقل ارگان‌های محلی نیز در این نشست حضور دارند. این نشست سبب شده که دور هفتم گفتگوهای آمریکا با طالبان نیز با وقفه دو روزه روبرو شود. زلمه خلیلزاد این دور گفتگوهایش را مثمرتر از همیشه خوانده و گفته که این گفتگوها پس فردا دوباره از سر گرفته خواهد شد. و حالا مصاحبه آقای خلیلزاد را در رابطه با پیشرفت‌های گفتگوهایش با طالبان با شبکه الجزیره نظاره‌گر می‌شیم. این هفته هفتمین دور گفتگوهای شما با نمایندگان طالبان بود. شما پیشرفت‌ها در این گفتگوها را چگونه احساس می‌کنید؟ بسیار خوب. این بهترین دور گفتگوها تاکنون بوده است. می‌توانید یک رقم درصدی از پیشرفت‌ها بیان کنید که شما در این هفته با آن رسیده باشید؟ من نمی توانم چنین بگویم، اما می توانم بگویم که پیشرفت‌های بسیار سازنده در مورد چهار عنصر صورت گرفته است. ما روی چهار موضوع با طالبان که چارچوب یک توافقنامه صلح با طالبان را تشکیل می دهند به پیشرفت‌های خوب دست یافتیم. تعهد مبارزه با هراس افغانی جهانی که هم برای امریکا و هم برای جهان مهم است. خروج نیروهای خارجی که برای طالبان مهم می باشد. گفتگوهای بین افغانی به شمول گفتگو با حکومت افغانستان که یک نقشه راه را برای آینده سیاسی افغانستان ایجاد می کند و آتش بس همه جانبه و دائمی در افغانستان. اگر شما دیدید که طالبان از گروه‌های مسلح مانند القاعده پشتیبانی کردند، در آن صورت شما چی می‌کنید؟ آنها می‌دانند که این خط سرخ ماست. آنها این را می‌فهمند و رضایتشان را در این پیوند نشان دادند. بنابراین تعهدهایی که می دهند باید تایید پذیر و اثبات شدنی باشند. تا وقتی که به تمام این موردها نرسیم، ما قانع نمی شویم. اما آنچه را من به شما گفته می توانم این است که ما در این رابطه به پیشرفت خوب دست یافتیم. آیا شما فکر می کنید رهبران سیاسی طالبان که اینجا در دوحه حضور دارند می توانند به طالبانی که در افغانستان هستند فرمان دهند و روی 60,000 جنگجوی طالب در افغانستان تاثیر داشته باشند؟
آنچه را که ما میدانیم و مطمئن هستیم، طالبایی که در اینجا گفتگو میکنند به نمایندگی از تمام طالبان در افغانستان صحبت میکنند. من باور دارم که آنها نمایندگان با صلاحیت رهبری طالبان هستند که به نام شورای کویت ایات میشوند، که یک شورای با صلاحیت میباشد. این که طالبان از این شورا پیروی میکنند یا خیر مربوط به این شورا میباشد که آن را خواهیم دید. در جریان آتش بس که سال گذشته در افغانستان اعلام شد، شما دیدید که یک آرامش در تمام افغانستان برقرار شد و این یک مقدار اعتماد را به وجود آورد که جنگجویان این گروه از رهبریشان پیروی میکنند، هرچند که هیچ ضمانتی وجود نداشت. حالا ببینیم که چه می شود. در نخست باید به توافق دست یابیم و ببینیم که آنها از آن پیروی می کنند یا خیر. اما آنها می دانند که اگر آن را رعایت نکنند چه پیامدی خواهد داشت. اگر آنها آنچه را که تعهد می کنند و بان احترام نگذارند، ما آزاد هستیم که هرچی را می خواهیم انجام دهیم. در این هفته خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته و آن هم در زمانی که گفتگوها برای پایان جنگ جریان دارد. و حالا شما اوضاع را از اینجا چگونه می‌بینید؟ من فکر نمی‌کنم که این هفته از لحاظ امنیتی بدترین هفته بوده باشد، اما ما با یک توافق دست یافته‌ایم. ما هم زمان هم جنگ میکنیم و هم گفتگو میکنیم. ما تلاش میکنیم که جنگ پایان یابد و آتش بس برقرار شود. ما برای کاهش خشونت که منتج به آتش بس میشود تلاش میکنیم. ما همچنین باید این را بدانیم که در موقعیت قرار داریم که ما را به آتش بس دائمی و همه جانبه سوق میدهد. شما چی ضمانتی می توانید به مردم افغانستان بدهید که در صورت رسیدن به یک توافق سیاسی جدید که در آن طالبان هم شامل خواهد بود، دستاوردهای بزرگ مانند آزادی زنان و آزادی بیان که در 20 سال پسین به دست آمدند حفظ شوند؟ من نمیدانم که طالبان افغانستان جدید را درک کردند یا نه، اما حالا افغانستان تغییر کرده است. اما من همیشه این مسئله را با آنان یادآوری کردم که برخشان به دلیل این پرسش من قهر می شود و می گفتند که خودشان می دانند که چه وقت به افغانستان آمدند. کابل امروز کابل 19 سال پیش نیست و افغانستان امروز افغانستان 19 سال پیش نیست. افغانستان قدیمی باید نسل جدید. آنها باید این را به یک دیگرشان یاد بدهند. طالبان میگویند که آنها تغییر کردند و سایر مردم افغانستان هم باید این را بدانند که طالبان تغییر کردند. حالا طالبان هم باید افغانستان جدید را درک کنند که افغانستان نوین چیگونه است و بر اساس آن به تفاهم برادرانه با مردم افغانستان دست یابند و دو طرف را بپذیرند. ما در گفتگوهای خود تلاش میکنیم تا زمینه گفتگوهای بین افغانی را فراهم کنیم. من امیدوارم که از این فرصت استفاده شده و گفتگوهای بین افغانی انجام شود. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید که او میخواهد پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در ماه سپتامبر برگزار می شود به یک توافق صلح دست یابد. آیا فکر می کنید که این منطقی خواهد بود؟ We understand that election are scheduled for the 28th. ما میدانیم که انتخابات برای 28 سپتامبر تعیین شده است، اما برای ما صلح و توافق نامه صلح بسیار مهم است. صلح آجندای نمبر یک پالیسی ما در افغانستان است که اگر نتیجه دهد صلح در افغانستان حاکم خواهد شد. در ادامه این مجموعه تردیدها به برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری، راهبرد ناکام امریکا برای مبارزه با مواد مخدر از دید سیگار در 18 سال گذشته در افغانستان. باسم خوش آمدید. در افغانستان مبنی بر تلاش‌های صلح باورهای متفاوت شکل گرفته است. برخی آگاهان تلاش‌های تازه به ویژه حیاتی که تازه به قطر رفته است را یک سناریو از پیش ساخته شده برای آوردن طالبان به قدرت می‌دانند و تاکید دارند که این تلاش‌ها به صلح نخواهد انجامید. اما برخی دیگر تاکید دارند که این تلاش‌ها برای رسیدن به یک نتیجه نهایی مؤثر است. نرگس خورخش. دو
نسل با دو دیدگاه متفاوت رو در روی هم قرار گرفتند. نشست طالبان با نماینده های مردم افغانستان در دوره هفتم گفتگوهای قطر. نشستی که دیدگاه های متفاوتی را در درون افغانستان شکل داده. برخی میگویند حضور نسل نو افغانستان در دوحه نشان می‌دهد که طالبان کم کم پذیرفتند که باید در برخی موردها دست از لجاجت بردارند و به خواست نسل پس از 2001 هم گوش دهند، اما شمار دیگر خلاف این برداشت را دارند. برخی آگاهان میگویند این نشست‌ها هیچ سودی برای صلح ندارد و آمریکا به شمول برخی سیاستمداران در افغانستان دنبال سناریو سازی برای قدرت دادن به طالبان هستند. مذاکراتی که بعضاً همراه بعضی از افغان‌ها با طالبان صورت می‌گیرد، همه شک سناریوس به مقصد بزرگنمایی طالبان، مشروعیت بخشیدن به طالبان، چون که حاکمان کابل نتوانستند ثابت بسازند که بهتر از طالبان هستند، بر صورت با توافق اگر برسند یک نتیجه خوب است. عضوهای پیشین طالبان هم باور دارند که این نشست تأثیر روی تصمیم نهایی گفتگوهای آمریکا با نمایندگان طالبان نخواهد داشت. معروف و مشهور خلق لکه مخکی چی پا روسیه که بعضی خلق و هغم نست و سره نو طالبان هم از ما پکر بندی لکه خلق و چی خیال و پکر دی چی دا با پیسل کن مجلس بی فیصله کن ندی مطلق د نظریات و مجلس دی نوزه فکر نکوم چی دا مجلسونه و نور مجلسونه دی پرک ولری. شماری اما تاکید دارند که باید دو طرف گفتگو کننده خواست مردم افغانستان را در گفتگوها در نظر گیرند. مردم میخواه کار پیدا کنه، مردم میخواه زندگی بکنه، آرامش داشته باشه، تحصیل بکنه، علم بکنه، دانش بکنه و بخواه عدالت اجتماعی وجود داشته باشه و مقامات دولتی با اساس انتخابات باشه. این حق مردم هست. ما چرا این حق برای خود قائل میشیم که صاحب هر چیزی باشیم و برای دیگر قائل نمیشیم؟ ما کی هست؟ در اینجا در مجلس سنا هم موضوع داغ گفتگوهای صلح هست. این آیاتی هم که امروز در قطر رفته، خب آیاتی است که دست دوم و سیوم هستن، گفته از امین صاحب شاید یک تعدادش صلاحیت یزی را نداشته باشن که اونا تصمیم گیری بکنم در رابطه با سرنوشت و زندگی مردم افغانستان. اما متاسفانه نماینده دولت در این حضور نداره، شرکت نکرده. من فکر نمی کنم که این یک دستاورد داشته باشه و این نتیجه بخش و قناعت بخش به مردم افغانستان و دولت افغانستان باشه. طرفین سوغشتن و پیشنهاد دادیش باور کردم که سوال ویسی وربند ویسی پا دوام کردم که در طالبان و دولت به مابینس که مخام خبری شروع است. حکومت اما امیدوار است به زودی طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند و حضور هیئت تازه نفس را در قطر مؤثر می داند. گروه از افغانهایی که رفتن تلاش میکنن تا نظریات و مواردی که برشان مهم است از آدرس افغانستان با اعضای طالبان مطرح بکنن. ما امیدوار هستیم تصویر که از افغانستان نو داره اینا با اونا شریک میسازن تصویر باشه که طالبان بالاخره دست از جنگ بکشن. امیدواری همه ما ایست که جنگ خاتمه پیدا بکنن و هر برنامه و هر مجلس و جلسه که به ارتباط صورت میگیره امیدوار هستیم منجر به ختم جنگ شود. با وجود همه اینها تا کنون نه آمریکا و نه دیگر گروه های زیدخت در موضوع جنگ و صلح افغانستان نتوانستند طالبان را برای ابتدایی ترین توافقها راضی کنند. هرچند چشم و گوش بسیاری ها به گفتگوی امروز نماینده های مردم افغانستان با طالبان است، اما با باور بسیاری ها طالبان این بار هم حاضر نخواهند شد پا به پای حکومت افغانستان بگذارند و به درخواست صلح پاسخ مثبت دهند. نیروهای ویژه امنیت ملی 4 عضو گروه داعش به شمول یک استاد دانشگاه کابل را از مربوطات پایتخت بازداشت کرده است. بنابر خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی 2 تن از بازداشت شدگان در سازماندهی حمله های متعددی در بخش های مختلف پایتخت از جمله حمله انتحاری بر باشگاه پهلوانی میوان در غرب کابل، حمله بر بس حامل کارمندان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، حمله مسلحانه بر فرودگاه کابل از ساحه یکتود دست داشت.
داشتند. استادی که تازه بازداشت شده نیز در جذب جوانان برای عضویت در داعش نقش داشته است. این سومین استاد دانشگاه کابل است که در یک هفته گذشته به ظن تبلیغ افراطیت و عضویت در گروه داعش از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت می شود. هفته گذشته وزارت تحصیلات عالی بازداشت دو استاد دیگرش از سوی امنیت ملی را تایید کرده بود. در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی همچنین آمده است که استادان بازداشت شده نخست جوانان و دانشجویان دانشگاه ها را به سلفیت و از آن طریق به گروه داعش جذب می کردند. گلبودین حکمتیار نامزد ریاست جمهوری میگوید مطابق قانون تعدیل شده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده اش ناممکن به نظر می رسد. رهبر حزب اسلامی در نشست خبری در کابل ادعا می کند که اصلاحات اساسی در کمیسیون های انتخاباتی به میان نیامده است. آقای حکمتیار همچنان میگوید اگر زمینه برگزاری یک انتخابات همه شمول مساعد نشود از هر راه ممکن با دیگر احزاب یکجا جلو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان را خواهند گرفت. هنوز هم حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات به کمک های مالی جامعه جهانی نیاز دارد. گلبودین حکمتیار نامزد ریاست جمهوری میگوید مطابق قانون تعدیل شده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده اش ناممکن به نظر می رسد. دیدین دست انتخابات و ورزش سی چنیمایی افغانستان د ناامنه سیمو په نامه د انتخاباتو نه محروم کړه تر نیمایي زیات افغانستان د بارنیو د دې حکومت د حامیانو په اعتراف چې تر نیمایي زیات افغانستان د دولت کنټرول وتلی په انتخاباتو کې شرکت نشي کولی. رهبر حزب اسلامی میگوید در قانون تعدیل شده انتخابات استفاده از دستگاه های شناخت بایومتریک در تمام روند انتخابات آمده و همچنان برگزاری 4 انتخابات همزمان درج شده بود. اما کمیسیون انتخابات خواست های جامعه جهانی را پذیرفته و قانون تعدیل شده را نقض کردند. آقای حکمتیار اینجا نیز میگوید که امریکا نمیتواند حکومت آینده را به میل خود بسازد. که امریکا او غواړي د کابل حکومت چا ته وسپاري ورته ممکن نه ده. که څوک دا تمه ولري چې امریکا کولی شي ارګ ورته تسلیم کړي یا په ارګ کې تلپاته کېدا تضمین کړي هغه سخت اشتباه کړي. در همین حال ارګ ریاست جمهوری میگوید که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات شفاف در زمان تعیین شده اش است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری تاکید میکند که برگزاری این انتخابات در اولویت کاری رئیس جمهوری قرار دارد. حکومت افغانستان تعهد کرده که از تمام امکانات برای برگزاری یک انتخابات شفاف کار گرفته شود. هیچ شک نیست که مسئولیت برگزاری انتخابات کمیسیون های محترم دارن جلسات را که با رئیس جمهور هم داشتن روی چالش ها و امکانات خود صحبت کردند. حکومت آماده است که امکانات برای کمیسیون ها فراهم بسازه. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ششم میزان ظاهرا خط سرخ کمیسیون مستقل انتخابات است و این نهاد میگوید مطابق به قانون مکلف است تا انتخابات را در تاریخ تعیین شده برگزار کند و به هیچ مانعی در این زمینه تن نخواهد داد. امریکا هنوز برنامه منظم برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ندارد. جان سبکو بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید این امر سبب شده که افغانستان هنوز هم به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان باقی بماند. از سوی هم جان سبکو میگوید که امریکا و متحدان جهانیش در 18 سال گذشته میلیاردها دلار را در افغانستان هدر دادند. انتقاد بازرس ویژه امریکا از نبود استراتژی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. جان سبکو بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که نبود یک استراتژی منظم و عدم یک هماهنگی درست میان امریکا و افغانستان سبب شده است که افغانستان هنوز هم به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته شود.
طرح برنامه‌های ضعیف و نبود تمایل مشارکت افغان‌ها دلیل افزایش مواد مخدر در افغانستان بوده است. تا به امروز ما هنوز یک راهبرد همه‌جانبه نداریم و آنچه که ما در گزارش پسین به آن اشاره کردیم همان روش‌های گذشته برای مبارزه با این پدیده است. هیچ تلاش برای مقابله با مواد مخدر دیگر وجود ندارد. بازرسی ویژه امریکا تأکید می کند که تا کنون 132 میلیارد دلار در بخش بازسازی در افغانستان به مصرف رسیده است. اما بخشی از این کمک ها در افغانستان به هدر رفته است. آنچه اتفاق افتاده این است که فرماندهان و برخی مقام های فاسد به بهانه این که این پول ها را به افسران پلیس می دهند برای خودشان هزینه کردند. بازرسی ویژه امریکا در این گفتگو همچنان تاکید میکند که امریکا میلیاردها دلار را صرف پروژه های مختلف در افغانستان کرده است، اما برای حفظ آن کدام برنامه نداشته و افغان ها هم نتوانسته به خوبی از آن حفاظت کند. دور چهارم انتخابات هیئت اداری برای انتخاب دبیر و نایب دبیر مجلس نمایندگان بدون نتیجه پایان یافت. اما نمایندگان با رأی علنی کریم عطل را به عنوان دبیر و عرفان الله عرفان را به عنوان نایب دبیر انتخاب کردند. بند شاه و عروس با سه مشکل جدی روبرو شده است. وزارت انرژی و آب هشدار می‌دهد که اگر به این مشکل‌ها راه حل پیدا نشود، بند شاه و عروس در سال روان هجری خورشیدی نیز تکمیل نمی‌شود و کار آن متوقف خواهد شد. رئیس نظارت بر تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای وزارت انرژی و آب تأکید دارد که به دلیل تحریم‌های آمریکا بر ایران، شرکت ایرانی قادر به انتقال توربین و جنراتورهای بند شاه و عروس نیست و تضمین بانکی این شرکت نیز در بانک گذاشته شده است که حالا جواز این بانک از سوی بانک مرکزی لغو شده است. در ادامه، اروپا نگران عبور ایران از تعهدش در برجام. و در خارج از کشور، تهران اعلام کرده که سر از امروز از مرز تعیین شده در برجام برای غنی‌سازی یورانیم عبور میکند. همزمان با پایان یافتن مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید که تهران به دنبال حفظ برجام است، اما به دلیل پابند نبودن طرفهای اروپایی تصمیم گرفته که برخی از تعهدهایش را زیر پا بگذارد. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری تحلیلی از یک. ممنون از همراهیتان. شبتان نیک. خدا نگهدار.